با سلام و درود خدمت همه دوستای عزیزم، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. بچه توی این ویدیو اول میخوام یه سری و یه تعداد بروس رو بهتون معرفی کنم و طریقه استفاده اصلا درست این بروس ها رو، و نکته بعدی که میخوام توی این ویدیو بهتون آموزش بدم بحث آموزش بروس کشیدنه، یعنی حساسیت زدایی کردن و معرفی بروس برای سگمون. باید چجوری رفتار کنیم که سگمون از بروس بدش نیاد، ازش لذت ببره و هر موقع بروس رو میبینه نخواد دستتون فرار کنه، با اشتیاق بیاد بشینه در کنارتون و شما به راحتی بتونین بروسش کنید. خب بچه ها مرسی که تا انتهای این ویدیو رو قراره نگاه کنید. اولا اینکه بهتون بگم تمام این بروس هایی که اینجا میبینید و شما میتونید از پتشاپ پیکی پت ببینید، همه این نوع بروس ها داخل پتشاپ ما موجود هست. و حالا الان میخوام بهتون بگم هر کدوم از این بروس ها برای کجا و برای چه کاری استفاده میشه. آقا لوگان، آقای لوگان تشریف بیار قربان. مرسی. اینجا بابا، اینجا بودو 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 بش بخواب خواب 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 بخواب کامل آفر. مثل همیشه و طبق معمول ما از انگیزه غذایی سگ تو این آموزش میخوایم استفاده کنیم. سگ، بچه ها اول یه توضیح درباره بروس ها بهتون بدم. این بروسی که میبینید بروس دو طرفه گره باز کنه، یه ورش ده بخواب بخواب بمون بودو بخواب بمون، یه ورش دنده درشته برای سگ هایی که تراکم موه بالاتری دارن، یه ورش دنده ریزه برای سگ هایی که تراکم موه کوچیک کمتری دارن. یک بروس هایی داریم بهشون میگیم بروس های سوزنی که برای انواع اقسام موها مناسبه و میتونید استفاده کنید. یه بروس داریم که این بروس های خودمون انسان هاست و یه ور دیگرش پوششی داره، این حالت فرچ است. این برای اینه که وقتی شما باز این بیشتر برای سگ های مو بلنده بروس میکنین، با پشتش که میکشین اون موهایی که این ور در آورده رو اینجا به خودش جذب میکنه، یعنی براقش میکنه اون موهای اضافه رو برمیداره. یه بروس داریم که حالا نمیدونم رکسر احتمالاً زومش میکنه بعدن تو ادیت براتون، اینو که میبینید به این حالته، این بروس بروس عادی نیست، این گره باز کنه که حالت میبینید یه حالت چنگ داره. این چنگ میفته اگر سگی گره داشته باشه اونجا و وقتی میکشین حالت تیغ داره و اون حالت اون جاهای موهای مرده بدن سگ یا اون گره ها رو به راحتی براتون باز میکنه. یه بروسه که توی پچاپ خودمون هم نداریم و تو ایران هم نیست، اینو یکی از دوستان هدیه برای من از آلمان آوردن. نمیتونم بهتون بگم در این سادگی یک بروس بی نظیر برای سگهای مخصوص سگهایی که موهاشون موکوتایی مثل ملینویز، مثل داشون، مثل چه میدونم دوبرمن، مثل گریده، مثل پیتبول، این دست سگها که من برای ملینویز هم به من این هدیه زیبا رو دادن. خب بریم برای استارت آموزش. بچه ها من از برای لوگان دارم از این شونه بروس سوزنی و اونی که مثل برای خودمونه و پشتش و شنکش توره و گره باز کنه میخوام استفاده کنم. خب بچه ها نگاه کنید، اولین بحث باز بحث غذاییمون بود، همونطور که گفتم بیا لوگان پاشو بشی بشی بشی. آها بچه ها، سگ وقتی انگیزه غذای بالا داشته باشه اصلا توجه نمی کنه که من دارم باهاش شکار میکنم، درسته؟ خب قبل از این میام براش معرفی میکنم، اینو نگه میدارم جلوی صورتش، به محض اینکه بوش کرد یعنی پردازشش کرد من تاییدش میکنم. یس. اول دوست نداشت سمتش بیاد، بعدش بلا فاصله که بوش کرد و یه دونم حتی لیستش زد من تاییدش کردم. یس. چرا دارم این کارو میکنم؟ میخوام سگ بفهمه بعد از ارتباط گرفتن با این بروسه که میتونه غذا رو برسه. یعنی اینکه بیا بیا لوگان بودو بیا بودو بیا، کجا میخوای بری تو شیطون؟ بشین بیا کم جلوتر بشین لطفا، بشین اینجا آفره. یعنی هر موقع لوگان تو با این ارتباط گرفتی تو میتونی به غذا برسی. لوگان نه، یک بار دیگه اینو تاچ کنه من کار اصلیم هم شروع میکنم. خب میام یه تقلب میدم بهش،
غذا رو میذارم رو حتی خود برس. خب پس با این روش میتونه ارتباط خوبی بگیره. حالا ما چون که این کار برای لوگان قبلا کردیم خیلی راحت میتونم بهتون نشون بدم، ولی شما آهسته تر و با سرعت کمتر این کار انجام میدین. ببینید نگاه کنیم، دستم که غذایه میذارم جلوه بینیش که کم کم بتونه ازش تغذیه کنه، همینجوری شروع میکنم برس رو از پشتش، شما برای ابتدا حتما از پشتش میزنم به بدنش و همزمان با زدن برسم دارم کم کم به لوگان غذاشم میدم. از جاهایی که حساس تر نیستن همشون، مثل دستاشون، مثل پاهاشون، مثل کمرش، نمیام اول از سر و گردن شروع کنم لوگان. حالا یه کار رو یکم میخواییم ببریم جلوتر، دوباره دست رو میگیریم، این بار با روی اصلی برس، جاهایی که آروم تره. بیا آفرین. بچه ها نگاه کنید، سگ اصلا اهمیتی نمیده به غذا. حالا به خاطر اینکه این سیستم شرطیارم بیشتر سگ متوجه شه، من میام همزمان با زمانهایی که برس رو قطع میکنم غذا رو هم قطع میکنم. دوباره نه، بیا لوگان. کجایی میخوای بپیچی؟ بیا بابا بود این بری بشی. آفرین، اصلا بخواه همزمان دوباره جفتو با هم قطع میکنم. دوباره سگ زمانی که نگاه به دستم یعنی برای قضا کرد، همزمان برسو دوباره میارم، کم کم میاریم رو جاهای حساسش. بچه ها یه چیزی رو باید دقت کنید، برای سگ ها که حالا خیلی میخواین خوب برسش کنید، همیشه برس رو به سمت خواب موه سگ بکشین. وقتی میبینین موهای سگ به مثلا همین وری که خوابشه، من برس رو سعی میکنم رو خوابش بکشم، مخصوصا اونهایی که مثلا میخوان از این برس های گرباز کن استفاده کنن، سعی کنید همیشه به سمت خود خواب مو بکشین و بعد از چند بار دوباره یه دونه تاییدش کنین که سگ همچنان متوجه باشه به خاطر اینکه داره برس میشه داره به غذاش میرسه. باز همون تاییدیه های مثبت همونو ما همچنان براش خواهیم داشت. خب بچه ها یک سوالی که شما شاید الان بپرسین، خب آقا سگ ما اصلا وقتی برس رو میبینه اصلا دیگه غذا نمیخوره یا تو این موقعیت قرار میگیره، چیکار باید کنیم؟ بحث اصلیمون همون بحث اینه که منبع غذایی سگمون رو میکنیم بحث برس کشیدن. یعنی چی؟ یعنی آقای لوگان خان از این به بعد، مثال دارم میگم، به مدت یک هفته فقط زمانهایی که غذا، فقط زمانهایی غذا میخوری که داری برس میشی. الان میخوای برس چی؟ غذا هم میخوری. یک هفته روزی سه وعده میخواین غذا بدین، سه وعده شروع میکنین برس کشیدنش و برس میکشی تاییدش میکنی. سگ از این به بعد وقتی منبع غذایش بشه برس کشیدن، سگ میشه خودش میگه ای جون مادرت برو برس رو بیار منو برس بکشی بهم غذا اون بده. این میشه بحث منبع غذایی و این کارو شما ما براش زمان تعیین نمیکنیم. یه هفته ده روز، شاید یکیتون تو سه روز به نتیجه برسه، شاید یکیتون توی یک ماه به نتیجه برسه. پس تا زمانی که سگمون کاملا ارتباط خوبی با برس نگرفته، منبع غذایی سگتون رو میکنیم برس کشیدن. آقا اگر الان غذا نمیخوره وقتی که من دارم برسش میکنم، اوکی، هم برس جمع میشه هم غذا جمع میشه، میره پارت بعدی. یک ساعت بعد میخوای بفرما، نمیخوای اوکی نمیدم، سه ساعت دیگه، یک ساعت دیگه، یک روز دیگه دوباره میام باهات این تمرین رو انجام میدم. خب دمتون گرم که تا انتهای این ویدیو همراه من و لوگان بودین. با این روش خیلی راحت سگتون عاشق برس کشیدن میشه و شما میتونین واقعا نظافت شخصی سگتون رو انجام بدین. دوستان واقعا سگاتون رو برس کنین، چون که اگه برس نکنین موهاشون نمد میشن، گره میزنن، مجبورین موهاش رو از ته بزنین، مشکلات پوستی براشون به وجود میاد. پس حتما به بحث برس کشیدنشون خیلی اهمیت بدین و حتی اگر تونستین در حد امکان این آموزش و این تمرین رو از طولگی با سگتون انجام بدین. لوگان در آخرش هم میدید چی داریم؟ بازی. بچه ها چون که یه تایم طولانی سگتون نشسته و خیلی آهسته بوده، آروم بوده، شاید حوصله‌اش سر رفته باشه، نمیدونه باید چیکار کنه چیکار نکنه، حالا وقتشه که اون انرژیش هم براش تخلیه کنید. آماده ای؟
خسته نباشی، برو بابا.